یکی یه راز مهمو پشت خودش قایم کرده و به خاطرش بچه‌ها توی اون گم میشن. گیلاسیا سلام، امروز براتون فیلم اورفنج یا یتیم خونه محصول 2007 آوردم. ساخت کشور اسپانیا هستش و نمره 7.4 IMDb به خودش اختصاص داده. این فیلم یکی از بهترین ها توی سبک ترساکه، هم به خاطر فیلمنامه، هم به خاطر فیلمبرداری و مخصوصا به خاطر پایان فوق‌العاده زیبا و قشنگی که داره. بریم با هم ببینیمش. حواسمون رو بسپره کامل صحنه قشنگش هم باشه. با شروع فیلم دختری رو به اسم لورا می‌بینیم که توی یتیم خونه است و به سرپرستی گرفته میشه. بعد می‌ریم به 30 سال بعد. حالا لورا با مردی به اسم کارلوس ازدواج کرده و یه پسرم به اسم سیمون دارن. لورا به خاطر خاطرات خوبش تو اون یتیم خونه بچگیش تصمیم میگیره همونجا رو بخره و بازسازی کنه تا بتونه بچه‌های یتیم یه محل زندگی خوب ارائه کنه. برای همین هم خانوادگی به همونجا میرن تا مراحل بازسازی رو شروع کنن و زندگی جدیدشون شروع بشه. روزای اول اساس کشی سیمون از دو تا دوستی که اونجا پیدا کرده صحبت میکنه، اما خب خیالی ان پدر و مادر رو حساب بچگیش به همه صحبتاش از این دو نفر میخندن و سر تکون میدن. روز اول لورا پسرش به قاری همون نزدیکی میبره که تو دوران بچگیش میگفتن همه آدم ها گنج های مهمشین رو باید بذارن این تو. سیمون هم یه وصله میبره داخلش، اما خب خیلی طول میکشه و کم کم لورا با نگرانی میره دنبالش. بالاخره سیمون رو در حال صحبت میبینه و بچه میگه داشتم با دوست جدیدم صحبت میکردم، ولی خب مادر کسی اونجا نمیبینه و فقط ردپای یه نفر روی زمینه. چند روزی میگذره تا زنی به اسم بنگناس سر میرسه. خودش رو به عنوان کارمند خدمات اجتماعی معرفی میکنه و برای مصاحبه در مورد همین یتیم خونه اومده. لورا در مورد برنامه‌هاش میپرسه و وسط صحبتش رو میفهمیم سیمون بچه واقعی لورا و کارلوس نیست و به سرپرستی گرفتنش. وقتی بنگناس لورا میپرسه که بیماری قبلی بچه‌تون خوب شد یا نه، زن خیلی عصبانی میشه و بنگناس رو میندازه بیرون. بعدم میره پرونده سرپرستی سیمون رو نگاه میکنه و موقع خوندنش میفهمیم که سیمون از زمان تولد به بیماری ایز مبتلاست و شرایطش خیلی خاصه و ممکنه هر لحظه بمیره. اما خب اینو به هیچ کسی نگفتن. نصف شب لورا با صدای اخاب میپره و بیرون از اتاق متوجه بنگنا میشه که یواشکی اومده و دنبال یه چیزیه. پیرزن سری در میره و وقتی کارلوس بیدار میشه دیگه نمیتونن بنگنا رو پیدا کنن. صبح بعدیم که لورا بیدار میشه بیرون خونه یه سری صدف میبینه که پشت هم ریخته شدن و بی توجه بهش میره پیش پسرش. با هم میخوان کتاب بخونن که سیمون میگه من تا الان 6 تا دوست خوب اینجا پیدا کردم. فکر کنم منم مثل اونام و میخوام همینطوری بچه بمونم که همیشه با هم باشیم. لورا یکم مشکوک میشه، مخصوصا وقتی تو نقاشی های سیمون 6 تا بچه رو میبینه که یکیشون یه ماسک عجیب رو سرشه. وقتی از سیمون میپرسه اینا کیان، میگه دوستان و خیلی دوست دارن باهاشون بازی شکار گنج بکنیم. بازی اینطوریه که یه چیزو قایم میکنن و هی بهمون سرنخ میدن، اگه پیداش کنیم یکی از آرزوهامون رو برآورده میکنن. منم الان دارم بازی میکنم و باید یه سری سکه پیدا کنم. لورا که خیلی کنجکاوه تصمیم میگیره با سیمون بازی کنه، اما خب خیلی همه چیز عجیب میشه. سرنخ ها جاهای مختلفی هم و در آخر بچه کلید پیدا میکنه و سرنخ بعدی هم تو آشپزخونه است. با کلید کشویی رو باز میکنه که داخلش مدارک سرپرستی خودشه. لورا با دیدن پرونده خیلی شوکه میشه، اما سیمون میگه من از قبل میدونستم بچه شما نیستم. لورا میگه کی بهت گفت؟ و بچه هم میگه یکی از دوستان به اسم توماس. بعدم میگه من میدونم که قرار خیلی زودم بمیرم. و لورای بهت زده به گریه بچه و رفتنش از اتاق زل میزنه. با برگشتن کارلوس پدر و مادر با سیمون صحبت میکنن و سوالاشو در مورد اینکه فرزند خوندن است و چه بیماری داره جواب میدن. اونم یکم ذهنش آرومتر میشه. چند روز دیگه هم میگذره و جشن افتتاحیه یتیم خونه سر میرسه. وسط درگیری های جشن سیمون مادرش گیر میده که من خونه دوستم توماس رو پیدا کردم، بیا ببینیمش. لورا میگه وقت ندارم و بعد جیغ و اصرار بچه یه دفعه میزنه زیر گوشش و سریع هم پشیمون میشه. اما خب سیمون پیشش فرار میکنه. مدتی میگذره، وسط مهمونی یه بچه رو با کیسه روی سرش می‌بینیم، کاملا شبیه نقاشی سیمون از دوستش توماس. لورا میفهمه پسرش دیگه اینجا نیست و با نگرانی شروع میکنه به گشتن دنبالش. اتاق رو میگرده و میبینیم که توماس هم یواشکی داره پشتش میاد. لورا متوجهش میشه، اما هرچی میپرسه سیمون کوش، توماس به شکل وحشتناکی میاد سمتش و در آخر پرتش کنه توی دستشویی و در روش قفل میکنه. مادر وحشت زده فریاد میکشه تا بالاخره میمونا میفهمن و میارنش بیرون. حالا مادر رفتار هیستریکی گرفته و مدام پسرش صدا میکنه و دنبالشه. انبار زیر پله ها رو هم چک میکنه، اما سیمون اونجا نیست و یه رفعه میدوه سمت غار نزدیک خونه. فکر میکنه سیمون اونجاست و بی توجه به موج های شدید آب میره جلوتر و در آخر با فشار آب سرش آسیب میبینه و بیهوش میشه. سکانس بعد مامورای پلیس برای گشتن دنبال سیمون میان و لورا هم میره بیمارستان. وقتی به هوش میاد کارلوس کنارش و میگه پلیسا کل غارو گشتن، اما پسرمون اونجا نبود. لورا میگه خودم یه نفر اونجا دیدم که حالا با روانشناس پلیس یعنی پیلار آشنا میشیم. پیلار میاد جلو به لورا میگه به خاطر فشار روانی حتما چیز اشتباهی دیدی، ولی همکاری من دنبال پسرتم و نگران نباش، قول میدم که یه روز پیداش بکنم.
احتمال اینم هست که یه آشنا بچه‌تون برداشته یا دزدیده باشه، چون قبلا هم این اطراف این اتفاقا افتاده. حالا لورا یاد اون پیرزن خدمات اجتماعی یا بنیگنا میفته و سری به پیلار در موردش میگه. پیلار نگران‌تر میشه و میگه اصلا کسی به اسم بنیگنا تو خدمات اجتماعی ما نیست و حالا دیگه مطمئنیم که همون پیرزن بچه رو دزدیده. روز بعدی لورا و کارلوس به خونه برمیگردن و زن به خاطر آسیب پاش نمیتونه درست راه بره. همسرش هم گردن من بهش میده و میگه اینو همیشه برای من نگهدار. من قول میدم ازت مراقبت کنم. شب لورا از خواب میپره و صدای از اتاق سیمون میاد. اونجا یه عروسک روی تختشه و یه رفعه صداهای زیادی که میان همه تموم میشن. انگار یه نفر داشته به در میکوبیده. خلاصه که 6 ماه میگذره و پدر و مادر افسردن و هنوز بچه پیدا نشده و همه چیز به هم ریخته است. روز دیگه میرسه که کارلوس و لورا میرن خرید و متوجه بنیگنا تو بازار میشن که یه کالسکه هم داره با خودش میبره. لورا با سرعت میره سمتش که بنیگنا هم میخواد در بره، اما وسط خیابون یه آمبولانس پیدا میشه و با ضربه شدیدی بنیگنا رو میکشه. لورا میدوه سمت کالسکه این پیرزن و داخلش فقط یه عروسکه. عروسک شبیه توماس، دوست خیالی سیمون. لورای وحشت داره میره سمت بنیگنا و به گردن منش دست میزنه که یه رفع پیرزن مرده دستش رو میگیره و بعد چند لحظه دوباره میمیره. خلاصه که پلیس هم سر میرسن و چند ساعت بعد پیلار با یه سری عکس و فیلم میاد به دیدن لورا. بهش میگه خونه بنیگنا رو پیدا کردیم، اما خب خبری از سیمون نبود، ولی فهمیدیم که قبلا توی همین یتیم خونه کار میکرده، زمانی که خودت توی بچه همینجا بودی. بنیگنا یه پسر به اسم توماس داشت که پوست صورتش به خاطر یه بیماری خاص نابود شده بود. برای همینم هم همیشه یه کیسه روی سرش می‌کشیدن که هیچکس نبینه و اتاقش هم بیرون نمی‌اومد. اما یه روز بچه‌های یتیمخونه به بهونه بازی می‌برنش تو همون غار نزدیک اینجا. کیسه سرش رو در میارن و از اونجا در میرن. توماس که خیلی از بیماریش خجالت می‌کشیده تو همون غار می‌مونه و به خاطر جذرومت آب خفه میشه و می‌میره. حالا هم احتمال این هست که بنیگنا فکر می‌کرده تو هم جزو کسایی بودی که پسرش بردی تو اون غار و می‌خواسته انتقام بگیره. اما خب باز هرچی گشتیم سیمون رو پیدا نکردیم. ذهن لورا درگیر میشه که چجوری توماس اون روز تو مهمونی دیده و وسط بررسی توی یکی از فیلم‌های بنیگنا قیافه واقعی توماس رو بدون کیسه می‌بینه که خیلی هم ترسناکه. شب میشه و لورا روی تخته که وقتی کارلوس بغلش می‌کنه شروع می‌کنه به صحبت از گذشته و روزای خوبشون. سایه از زیر در معلوم میشه و در که باز میشه کارلوس اونجاست. زن برمیگرده و میفهمه کسی که بغلش کرده غیب شده و حال خیلی ترسش خونه بیشتر میشه. روز بعدی هم تصمیم نهاییشو میگیره و پیش یه متخصص ماوراءطبیعه میره که ازش کمک بخواد. اونم برای شنیدن داستانهای خونه اونو معرفی میکنه به یکی از همکاراش به اسم آرورا. همین روز آرورا به یتیم خونه میاد و به تیم هم همراهشن که صداها و حرکات ماوراءطبیعه رو ضبط میکنن. آرورا با اجرای مراسم شروع میکنه به گشتن خونه و مشخص داره با تمام ارواحی که اینجان ارتباط میگیره. حتی فرکانس های عجیبی روی کامپیوتر هم مشخصن و وسط راه رو از همه جا هم شدیدتر میشن. آرورا مدام روحا میپرسه که جای سیمون رو بهم بگید و برای بقیه هم توضیح میده که 5 تا بچه دارم جلو میبینم. اما وقتی بچه‌ها میخوان جواب بدن همه صداها و دستگاه‌های ضبط قطع میشن و ارتباط از بین میره. آرورا با ناراحتی برمیگره و از لورا معذرت میخواد که نتونسته کمکی بکنه. کارلوس و پیلار هم که همه این چیزا رو دیدن بازم قبول نمیکنن و میگن همش تخیلیه. آرورا موقع خداحافظی به لورا میگه مرگ خیلی نزدیکته. برای همینم هست که تونستی یک بار توماس و یا کلا دنیای مردگان رو ببینی. روز بعدی لورا آخرین امیدش رو دست داده و حالش خیلی بده. توی یتیم خونه است که یه رفع پنجره بسته میشه و با شکستن شیشه‌اش لورا عکس خودش و سیمون رو تو همین یتیم خونه میبینه. شروع میکنه بازی شکار گنجی که قبلا با پسرش انجام داده بود. میره سراغ آلبومی که این عکس قبلا داخلش بود. یه سرنخ دیگه اونجاست و انگار روحا میخوان باهاش بازی کنن. گل روز رو برمی‌داره و میره به باغچه همین گل. کنار گلای پارچه است و میره سراغ پتویی که همین پارچه رو داره. یه شکلات داخل پتوه. میره سراغ صندوق سیمون که این جور شکلات‌ها رو توش جمع می‌کرد و در آخر یه دستگیره در اون تو می‌بینه. اما خب هیچ کاربردی نداره، نمی‌فهمه چرا این دستگیره اینجاست. حالا کلافه‌تر و کل خونه رو می‌گرده که وقتی هم به انبار زغال میرسه متوجه گردنبند بنیگنا میشه. انگار همون شبی که یواشکی اومده بود از دستش افتاده. با کنجکاوی بیشتر یکی از کوره‌ها رو باز می‌کنه و وحشت داد می‌زنه. توی کوره‌ها استخون‌های بدن 5 تا بچه‌ن که همه سوزونده شدن. دیدن یه سری وسیله وسط استخون‌ها کلاً خیلی به همش می‌ریزه و یال بچگی می‌اندازتش. لورا توی همین یتیمخونه 5 تا دوست داشت که هر 5 تاشون یه دفعه ناپدید شدن و هیچکس نمی‌دونسته کجا رفتن. اما خب الان می‌فهمه این 5 تا دوستش همونایی بودن که توماس رو توی اون غار بردن و ولش کردن. بنیگنا هم برای انتقام تو غذای این 5 نفر سم می‌ریزه و بدنش رو توی این کوره‌ها می‌سوزونه که هیچکس پیداشون نکنه. همون 6 ماه پیشم که یواشکی اومده اینجا فهمیده این زن می‌خواد اینجا رو بازسازی کنه و می‌خواسته استخونا رو برداره تا یه موقع کسی از جنایتش باخبر نشه، ولی خب نتونسته بود این کارو کنه. لورا که خیلی از کشف این جنایت داغونه به کارلوس قضیه رو میگه و اونم سری همه چیزو جمع می‌کنه و میگه من دیگه اینجا نمی‌مونم. لورا هم اصرار نمی‌کنه و میگه ولی من یه سری کار مهم دارم پس باید تنها بری. کارلوس هم نمیتونه نظرشو عوض کنه و سوار ماشین میشه و از اونجا دور میشه. حالا لورا میخواد فکری که داره رو انجام بده.
اول از همه میره به خوابگاه یتیم خونه و همه دکورش رو دقیقاً مثل همون 30 سال پیش و بچگی خودش میچینه. لباسی مثل پرستارهای همون موقع هم میپوشه و قوطی قرصهاشو برمی‌داره. مقدار زیادی میخوره و حالا میفهمیم که میخواد یه حالت خیلی نزدیک به مرگ رو تجربه کنه، بلکه بتونه بیشتر روحا رو ببینه و اینطوری پسرشو پیدا کنه. حالا دستگیری دری که آخر اون بازی پیدا کردم دست میگیره و سعی میکنه ادای مراسم آرورا رو در بیاره، اما خب خبری از روحا نمیشه. فکر دیگه به سرش میزنه و جلوی دیواری وامیسته. مثل بازی که تو بچگیش با اون 5 نفر میکردن، سه بار به دیوار ضربه میزنه و وقتی برمیگرده روحا پشتشن. باز همین کارو میکنه و روحا میان نزدیکتر. در آخر برمیگره و میدوه سمتشون و اونا هم از اتاق در میرن. لورا میره دنبالشون و همشون وارد همون انباری زیر پله ها میشن. لورا مشکوکتر میشه و بعد باز کردنش تمام دیوارهاشو میگره و یه در مخفی پیدا میکنه. دستگیره که پیدا کرده رو هم میذاره و وارد زیرزمین مخفی میشه. پسرش سیمون لای پتویه و کاملا سالمه. لورا سری تو آغوش میگیردش و همینطوری اشک میریزه و یه دفعه میبینه پتوی دستش خالی شده. کمی اون طرفتر با وحشت به بدن بیجون پسرش زور میزنه که مشخص 6-7 ماه همینجا افتاده و پوسیده. لورا گریه میکنه و وسط حال بدش میفهمه واقعا چی شده. همون 6 ماه پیش توی جشن افتتاحیه اینجا سیمون متوجه این در مخفی تو انباری میشه و میاد پیش لورا و بهش میگه این خونه رو پیدا کردم و بیا بریم ببینیمش. اما خب یادمونه که اونم زد تو گوشش و نرفت و سیمون هم تنهایی اومد به همه زیر زمین. بعدم که مادر دنبال بچهش میگشت و خیلی نگران بود، اومد تو این اتاق رو چک کنه و لوازم و گرفته پرت کرد تو. یکی از این چوبهایی که بودش گیر کرد به در و دیگه سیمون نمیتونست در رو باز کنه. برای همین هم ازش که اون شب مادر با صدای زیادی بیدار میشه، صدایی که بچه داشته به در میکوبره تا نجاتش بدن، اما خب پیداش نمیکرده. در آخر هم همین لحظه پاش گیر میکنه و اپلا میفته پایین و برای همین صدا قطع میشن. به خاطر افتادنم گردنش میشکنه و همون لحظه میمیره. لورا که حالا نابود شده جنازه پسرش رو بغل میکنه و به خوابگاه یتیم خونه میاره. هرچی قرص دیگه دارم میخوره و در حالی که اونو همراه گردنبند همسرش بغل گرفته برای همیشه چشماشو میبنده. میریم به مدت ها بعد. حالا روح لورا 5 تا دوستش و سیمون تو همین یتیم خونن و لورا مثل مادرشون شده. براشون قصه میگه و کنار هم خوشحالن. کارلوس هم سر قبل لورا و سیمونه. بعد میره به همون یتیم خونه و وسط اتاق گردنبندی که به همسرش داده بود رو دست میگیره. پشت سرش در باز میشه و کارلوس از احساس اینکه همسرش و بچهش هنوز همین نزدیکان لبخند میزنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. یتیم خونه به نظرم یکی از بهترین پایان‌ها رو داره، هم به خاطر معناگرایی قشنگش، هم به خاطر اینکه نشون میده یه مادر به خاطر عشق فرزندش حاضر از زندگی و همه چیش بگذره تا زودتر به زندگی بعدی برسه و به خاطر یه سری احتمالات شاید بتونه دوباره بچه‌شو ببینه. یکی دیگه از چیزایی که در مورد این فیلم خیلی در موردش بحث میشه، توی فیلم دی آدرز که قبلا توی کانال گذاشتم و اینجا میتونید ببینیدش هم گفته بودم، این بحث در مورد اینه که روح‌ها خوبن یا بدن. توی فیلم دی آدرز دیدیم که کلن در مورد این بحث میشد که روح ها میتونن زندگی خودشون داشته باشن و آدم ها زندگی خودشون و باید یاد بگیرن با هم تعامل خوبی داشته باشن. حالا توی این فیلم بحث میاد در مورد توماس میشه، اینکه توماس یه روح خوبه یا بد. توماس یه بچه‌ای بود که به خاطر بچگی چند نفر دیگه زندگیشو از دست داد. حالا این توماس بعد مرگش یا داشت به سیمون کمک میکرد که نجاتش بده و میخواست مادر آمار بده که بچه‌اش کجاست، یا اینکه اصلا این توماس بود که باعث شد سیمون جونشو از دست بده. این بود که دستگیری در رو برداشت و قایم کرد. این روح بودش که کلن کاری کرد که اون پسر بره توی اون زیر زمین و همه اتفاقا براش بیفته. در صورتی که اگر یه روح بدن باشه خب میدونیم به خاطر چی بد شده، به خاطر کاری بوده که زنده ها باهاش کردن. ولی در کل خیلی هم میگن نه، خوبه کلن، با اینکه این بلا سرش اومده و خیلی بد جونش رو دست داده ولی خیلی روح خوبی و میخواد بقیه کمک برسونه. خلاصه که توی این فیلم باز این بحث هست که این روح ها خوبن یا بد، ولی اکثر کسایی که فیلمو میبینن و همون اکثر منتقدها نظرشون در این زمینه مشترکه و همه میگن که این فیلم داره ما نشون میده روح ها از آدم ها بهترن. یعنی آدم ها بودن که همه خرابکاری ها رو کردن، آدم ها بودن که توماس رو کشتن، همون آدم ها بودن که باعث شدن سیمون پایین گیر بیفته، یعنی کار مادرش بود و کلا همه چیز تقصیر زنده ها. زنده ها بدن ولی مرده ها خوبن. به هر حال میگم هر کسی یه نظر خاصی در مورد این فیلم داره، نظر منم هم همینه. به نظر منم داره نشون میده که روح ها خوبن، آدم ها هستن که دارن همه مشکل ها رو به وجود میارن توی فیلم. شما هم حتما نظرتون رو بنویسید. دیگه همین، یه معذرت خواهی هم خاطر هفته پیش می‌خواستم بکنم، نتونستم دیلی پست رو ادامه بدم به خاطر مشکلاتی که برام پیش اومده بود و ان شاءالله دوباره از الان شروع می‌کنیمش. خیلی دوستتون دارم، توی کانال زاپاس جوین بشید، لایک کامنت ساب یادتون نره. روزتونم گلسی.